جمهوری اسلامی گرفتار یک رسوایی بزرگ دیگر. ما خواهان تحقیق درباره این پرونده ساختگی هستیم. جمهوری اسلامی گرفتار یک رسوایی بزرگ دیگر شده است. پس از 7 سال فاش و رسما تایید شد که نمایش‌های تلویزیونی حاوی به اصطلاح اعترافات تلویزیونی متهمان به قتل کارکنان نهادهای اتمی همه به زور شکنجه به راه افتاده بود. به دنبال گزارش بی بی سی فارسی، حاوی مصاحبه با مازیار ابراهیمی از قربانیان شکنجه‌های وحشیانه، علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی ناگزیر شد بیگناه بودن متهمانی را تایید کند که تحت فشار و زیر شکنجه در برابر دوربین ها به گناهان ناکرده اعتراف کرده بودند. ربیعی در اظهاراتی حیرت آور افزود که از این افراد دلجویی شده است. این در حالی است که مجید جمالی پاشی، یکی از شهروندانی که 7 سال پیش فیلم تلویزیونی حاوی به اصطلاح عقاریرش پخش شد، طبق اخبار منتشره از سوی حکومت همان هنگام اعدام شد. اکنون روشن شده است که تنها چند ماه پس از دستگیری مازیار ابراهیمی و سایر بازداشت شدگان در ارتباط با قتل کارکنان نهادهای هسته‌ای، برای نهادهای زیرفت حکومت مسجل شد که همه متهمان بیگناهند و اعدام آنها به اتهامات واهی غیر ممکن شده است. با این حال مازیار ابراهیمی بیش از 2 سال دیگر در زندان نگه داشته شد. به گفته ابراهیمی، مسئولان از حفظ آبروی نظام به عنوان علت عدم آزادی او بلافاصله پس از فرو ریختن بنای دروغ و اتهامات واهی نام برده اند. آبروی ناداشته نظام اینک بیش از آن که مسئولان آن تصور می کردند برباد رفته است. رسوایی جدید بر همه روشن کرده است که هیچ ادعای دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست. این رسوایی برگ دیگری است در کارنامه سیاه دستگاه سرکوبی که جز شکنجه و کشتار راهی برای تحکیم قدرت جمهوری اسلامی نمی‌شناسد. حق همه قربانیان شکنجه و پرونده سازی برای طرح دعوا علیه مسئولان جمهوری اسلامی در دادگاهی صالحه محفوظ است. گردانندگان جمهوری اسلامی باید علناً از قربانیان شکنجه و خانواده های آنان عذرخواهی کرده برای یک کمیته تحقیق مستقل امکانات رسیدگی به نقض حقوق متهمان در ایران را فراهم و دستور پرداخت غرامت به قربانیان و خانواده های آنان را صادر کنند. حزب چپ ایران فدایان خلق، خواهان روشن شدن سرنوشت مجید جمالی فاشی و تحقیق درباره این پرونده ساختگی است. هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران فدایان خلق، 31 مرداد ماه 1398 برابر با 22 اوت 2019.